بینندگان گرامی سلام، با مجموع برنامه مادر مهاجر کودک موفق خوش آمدید. من داود عدیل هستم و همراه با کارشناس برنامه خانم دکتر نیلوفر کشتیاری در خدمت شما هستیم. خانم دکتر، در شش برنامه گذشته یا در شش قسمت قبلی شما در رابطه با چهار تا چرخ ماشین موفقیت یا همان مهارت های چهارگانه صحبت کردید و چیز دیگری که شما یادآور شدین تعامل را عامل رشد مغز کودک معرفی کردید. خب سوالی که فعلا پیش می آید این است، اکثر پدر مادرها هستند که فرزند کوچک دارند اما خودشان وقت ندارند. خودتان در جریان هستین که در آلمان پدر مادرها اکثرشان مصروف هستند. اگر اینها خواندن تعاملی را بگذارند بعد از اینکه فرزندشان بزرگ شوند و به مکتب بروند، این کار را معلمشان انجام بدن، فکر میکنین این مسئله دیر است؟ جناب عدیل، خاطرتون هست که گفتیم مغز کودک مثل یک نهال میمونه. جواب شما در یک تصویر از این کتاب نهفته است. اجازه بدین من تصویر رو بهتون نشون بدم. به این تصویر نگاه بکنین. این نهالیه که مغز نوزاد رو نشون میده. این یکی نهالیه که در واقع مربوط میشه به مغز یک کودک 5-6 ساله، مغز یک نوجوان و مغز یک انسان بزرگسال. خب حالا شما تفاوت ارتفاع این دوتا رو نگاه کنین. این مغز یک نوزاده و این مغز یک کودک 5-6 ساله. میبینین در این بازه زمانی چقدر ارتفاع این مغز زیاد شده، در واقع نهال مغز، و اینو مقایسه بکنین با تفاوت نوجوانی تا بزرگسالی، اختلافشون خیلی کمه. این تصویر داره به ما نشون میده که در این بازه زمانی از نوزادی تا 5-6 سالگی مغز ما قابلیت‌های شگفت‌انگیزی داره که بعد از این بازه زمانی کم کم این قابلیت‌ها رو از دست میده و اگر ما در این بازه زمانی ازش استفاده نکنیم شانسمون رو از دست دادیم. خب دکتر کشتیاری، میشه بگید حالا این قابلیت‌هایی که شما گفتید چی هستن؟ بله حتما. ببینید، دانشمندان متوجه شدن که اگر من بزرگسال بخوام یک چیزی رو یاد بگیرم، فرض کنید که لازمه 60 ساعت براش وقت بذارم، خوب در این 60 ساعت متمرکز بشم، تمرین کنم تا یه چیزی رو یاد بگیرم. برای اینکه یک کودک در بازه تولد تا 5-6 سالگی همون رو یاد بگیره، نهایتاً احتیاج داره که 3 ساعت وقت بذاره و در حین بازی و تفریح میتونه یاد بگیره. اصلاً لزومی نداره که به اندازه یک بزرگسال متمرکز بشه، تمرین کنه، وقت بذاره، بنویسه، بخونه، اصلاً. خب حالا شما میزان تلاشی که من بزرگسال باید بکنم و کودک باید وقت بذاره برای کاری، حالا شما این دوتا رو با هم مقایسه بکنین و ببینین که تولد تا 5-6 سالگی چه بازه زمانی ارزشمندیه. آنچنان ارزشمند که دانشمندان به ما میگن اگر شمای پدر و مادر روزی 1 ساعت برای تعامل همراه با لذت با فرزندتون وقت بگذارین، دقیقاً مثل این میمونه که یک حساب بانکی براش باز بکنین و برای هر 1 ساعت در معادل مبلغ یک الماس گران قیمت به حسابش واریز میکنین. و
حالا تصور بکنین یه بچه 5-6 ساله که روزی یک ساعت باهاش تعامل همراه با لذت داشتین، چه بچه ثروتمندی خواهد بود. یک بچه شاد، دانا و توانا. تشکر. پس به این حساب شما معتقد هستین که پدر مادرها حتما باید یک وقت معین را برای فرزندانشان اختصاص بدن، درسته؟ ببین جناب عدیل، در این مجموعه 7 قسمتی من تلاش کردم تا اونجایی که در توانم هست دانش اندکم رو با زبان بسیار ساده به مخاطبان انتقال بدم. اینکه در بازه پیش از تولد تا حوالی 2 سالگی چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که کودک ما کودکی باشه شاد، دانا و توانا. ولی بایدی در کار نیست. پدر و مادر خودشون تصمیم میگیرن که چی کار دوست دارن بکنن یا نکنن. این دیگه تصمیم با شماست. خب بسیار تشکر دکتر کشتاری. ما به یاد دارم که شما در قسمت اول برنامه یک سوال را مطرح کرده بودین، مخصوصا از مخاطبین عزیز ما. شما گفته بودین که ارزشمندترین هدیه که آنها میتونن بر فرزندانشان هدیه بتن چی است؟ و ما دوست دارم که جواب این سوال از خود شما بشنوم. چشم، حتما. ببینید، منم مثل هر بچه دیگه ای توی کودکی کلی هدیه گرفتم، گرون قیمت، ارزون قیمت، با همهشون بازی کردم، همه رو خراب کردم، کلی هم وسایل خونه رو شکستم و داغون کردم تا رسیدم به اینجا. اصلا هم یادم نمیاد که از کی چی هدیه گرفتم یا نگرفتم، ولی یه چیزای کمی یادم میاد. حالا بذارین براتون یکی از اون چیزایی که یادم میاد و تعریف بکنم. بفرمایید. دوست دارم بشنویم. ببینین، من خاطرم هست که حدوداً 5-6 ساله بودم که پدرم یه روز دست منو گرفت و ما با هم رفتیم بیرون، رفتیم به کتاب فروشی، پدرم برای من یه کتاب و نوار خرید، اومدیم خونه، شب که موقع خواب شد من رفتم توی تخت و پدرم گفت من این نوار رو برات میذارم، این الان برات شعر میخونه. من خاطرم هست که منتظر بودم، موسیقی نوار رو میشنیدم ولی اصلا کسی چیزی نمیخوند. هر چقدر منتظر شدم من شعری نشنیدم و خوابم برد. از فردای اون روزم دیگه چیزی یادم نمیاد. حالا شما این تصویر رو اینجا نگه دارین، بریم قسمت دوم این ماجرا. چند سال بعد من یادم میاد که من و مادر و برادرم با هم نشستیم، یه کتابم جلومونه، یه کتاب که شعر داره، نقاشی های خیلی قشنگ داره و ما با هم به نقاشی ها نگاه میکنیم. حالا من یک اندک سوادی پیدا کردم، میتونم یه ذره اون متن رو بخونم، متن شعر رو. با مامان و برادرم با هم شعرها رو گوش میدیم، این کتاب یه نوار داره، شعرها رو گوش میدیم و میخونیم. خاطرم هست یکی از شعرهایی که ما خیلی دوست داشتیم و خیلی میخوندیم اسمش بود گربه‌ای که مادره ماده پلنگه. حالا شاید براتون جالب باشه بگم که این کتاب و نوار همون رنگین کمون سمین باغچه‌بانه که جلسات قبل راجع بهش صحبت کردیم. خب چطور در بین این همه هدایایی که شما گرفتین فقط این هدیه را به یاد دارین شما؟ ببینین، برای جواب سوال شما باید بریم سراغ دانشمندان و بپرسیم که چطوره که من این هدیه یادم مونده ولی بقیه یادم رفته. دانشمندان به ما میگن که تمام تجربیات ما روی مغزمون اثر میذاره. تجربه‌ای که بسیار لذت بخش باشه میتونه تبدیل بشه به یک خاطره خوب و خاطره خوب رو در هر برهه‌ای از زمان به هر دلیلی ما به یاد بیاریم، هم خیلی گل از گلمون میشکفه، لذت میبریم
و هم روی سلامت روان ما و روی سلامت مغز ما اثر مثبت میذاره. حالا جواب اینجاست، ارزشمندترین هدیه‌ای که من به عنوان یک والد میتونم به فرزندم بدم تعاملیه که تبدیل بشه به یک تجربه لذت بخش، یک خاطره خوب، و این خاطره تا سالها با فرزند من باقی میمونه. هر زمان که این خاطره رو به یاد بیاره احساس خوبی بهش دست میده و روی سلامت روان و مغزش اثر مثبت میذاره. میبینیم که هدیه ارزشمند هیچ ارتباطی با قیمت هدیه نداره. این هدیه ارزشمند میتونه یک چیز بسیار ساده باشه، میتونه اصلا چیزی نباشه، میتونه رفتن به پارک باشه، میتونه بازی کردن با هم باشه، یا هر چیز دیگه‌ای که تعامل سازنده باشه و در پیش یک خاطره خوب شکل بگیره. تشکر. بینندگان عزیز، این بود آخرین قسمت مجموع برنامه مادر مهاجر کودک موفق. امیدوار هستم این برنامه برایتان مفید تمام شده باشه و آرزو میکنم شما هم در آینده کودکانتان بیشتر از اینی که هست موفق شود. و حالا اگر سوال، نظر یا پیشنهادی دارین شما میتونین در کامنت با ما در میان بگذارید. و برای ارتباط مستقیم با کارشناس برنامه میتونید از این آدرس استفاده کنید. موفق باشید. خدا یار و نگهدارتان.